درود دوستان عزیزم، به کانال خودتون خوش آمدید. لطفاً با سابسکرایب و زدن زنگوله و اشتراک گذاری ویدیوها، همچنین نوشتن حتی یک اوکی از ما حمایت کنید. سپاس. خامنه ای تا کنون 700 میلیارد دلار خرج سودای هسته‌ایش کرده. سرمایه‌ای که برای تبدیل شدن هر سرزمین خرابه‌ای به مدینه فاضله رفاه و آرامش زیاد هم بود. او فلاکت رو به ایران آورد و صلاح مملکتمون رو به بیگانه سپرد و در آخر هم که برجامش رو پاره کردن، ملت مستمند رو روی ویرانه های ایدئولوژیکش کشدار کرد. در همین رابطه اسنادی که به شما نشان میده خامنه ای جاسوس روس هاست و ما مستعمره روس ها هستیم. وزیر نفت جمهوری اسلامی چرا باید در جشن ملی روسیه در سفارتخانه این کشور شرکت کنه و میانداری کنه؟ چرا باید با افتخار در کنار سفیری بیسته که بارها مردم و کشورمون رو تحقیر کرده و طعنه زده؟ حالا شرکت کردید، چرا رسانه‌ایش میکنید؟ سند نقشه راه 20 ساله توسعه همکاری فیمابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا توسط وزرای محترم امور خارجه دو کشور جناب آقای امیر عبداللهیان از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و جناب آقای کارلوس فاریا از طرف دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا به امضا میرسد. در بیخبری مردم گرانی بنزین کلید خورد. طرح بنزین 18000 تومانی در حال اجراست. افرادی که کارت سوخت ندارن مراجعه‌ای به جایگاه نداشته باشن، کارت‌های آزاد محدود. ماجرای دزدی از صندوق بانک چی بود؟ آیا فیلم اموال مکشوفه از سارقان بانک ملی رو دیدید؟ حکومت میدونسته که داخل هر صندوق بیش از 10000 دلار امانت وجود داره. حالا در این دزدی حساب شده اعلام کرده که صاحبان صندوق ها اظهارنامه پر کنن و کل موجودی صندوق هاشون رو ذکر کنن. از طرفی طبق قانون هر کسی بیش از 10000 دلار ارز داشته باشه قاچاقچی محسوب میشه و از 5 تا 20 سال زندان تا اعدام به جرم اخلال در نظم اقتصادی مملکت برای او در نظر گرفته میشه. سابقه داری؟ خیر. شما سابقه داری؟ نه. شما سابقه داری؟ خیر. حالا این بدبختا مجبورن همه موجودی خودشون رو 10000 دلار بنویسن و بیمه بانک ملی به همه 10000 دلار خسارت میده و بقیه دلارهای دزدی به جیب ملا پاسدارها واریز میشه. دیروز اونا، فردا نوبت ماست. یک سری از متهمان سال گذشته هم اقدام به سرقت بانک سپهر بانفرد همینا دیگه. عضو هیئت مدیره بانک ملی میگه الحمدلله امنیت شعبه سرقت شده بالا بوده. یعنی مرغ پخته توی بشقاب خندش میگیره از این صحبت. روز دوشنبه بعد از تعطیلات مطلع شدیم همکارا به ما از اینکه مراجعه کردن به شعبه این اطلاع را. دوشنبه چه ساعتی؟ هفته صبح به مزید که همکارا مراجعه کردن و ورود پیدا کردن به خزانه که با در خزانه رو باز کنن با حادثه سرقت مواجه شد. یعنی اگر مثلا تعطیلات مثلا 3-4 روز ادامه پیدا میکرد شما همون 3-4 روز بعدش مطلع یعنی تا زمانی که حضورا مراجعه نمیکردی متوجه نمیشدی از سرقت. بله، علتش چند تا علت داشته. پس از دست برد عوامل پلیس و سپاه به بانک ملی و تخلیه صندوق امانات مردم با پسندازهای بیش از 10000 دلار که صاحبان اونها از نظر پلیس مجرم به حساب میان، حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران با کمال پررویی با اشاره به بازداشت نمایشی سارقان صندوقهای امانت بانک ملی شعبه دانشگاه گفت توصیه میکنم که مردم حتما از صندوق امانات استفاده کنند. او همچنین گفته به نظر میرسه که سارقان بعضی از اموال مردم رو فروختن. همونطور که سردارم اشاره کرده اولا سارقین کاملا سارقین حرفه‌ای دارای تخصصهای فوق‌العاده بالا در حوزه برق و الکترونیک آیتی تمام سیستم‌های بانک را از کار انداختن. البته سردار اشاره کردن که سیستم هشدار وصل نبوده ولی تمام سیستم‌ها را از چه فنونی استفاده کردن. به هر حال این
توسط مراجع صالح پلیس باید بررسی بشه، ولی بانک تمام اون لایه‌های امنیتی که حالا 8 لایه امنیتی است انجام داده بود. حتی اینا حدود 14 ساعت تقریبا طول کشیده بود که بتونن این اموالا تخلیه کنن و از بانک خارج بشن. اینا نشانگر اینه که اون لایه‌های امنیتی از سیستم هشداردهنده، سیستم چشمی، قفلای مورد تایید پلیس، قفلای کتابی که قفل مضاعف هم زده بودن همکارای ما. و این در حالیه که تناقض در ادعای دستگیری سارقان بانک ملی رو میبینیم. میگن همین سارقان سال گذشته هم به بانک سپه دست برد زدن که به احتمال زیاد اونها رو آزاد کرده بودن تا سناریوی بانک ملی رو اجرا کنن. مداربسته حتی این شعبه مجهز به سیستم تشخیص چهره هم بوده. این جدیدترین نوعی است که به محض ورود به خزانه سیستم تصویری شاید کمتر جایی وجود داره، ولی بانک ملی الحمدلله این سیستم رو نصب کرده بود که علاوه بر اثر انگوش که میفهمید الحمدلله مال زمانی است که سرقتی اتفاق نیفته. نمیگم الحمدلله سیستم چهره شناسی وجود داشته سرقتی خوب رخ نداد. دنیامون برعکس شده. به کشته شدگان متروپول میگن زیر آوار مانده. به کسانی که در بانک ملی صندوق امانات اجاره کرده بودن و همه پسنداز ارزشمند خودشون رو از دست دادن میگن مال باخته. به مردمی که نان ندارن بخورن میگن درمانده. به اون کسی که باعث و بانی همه این بدبختی هاست میگن فرمانده. برام نیرو انتظامی آوردن ای خدا، ما چقدر مظلومیم. رو حقمون حرف میزنیم، برامون یگان امداد میارن، یگان ویژه برامون میارن. اگر جایی دیگه میریم کار میکنن اون شهرستان که کار داره نیرو انتظامی با همون بچه های همون شهرستان وای میسته، ولی ما بچه های معاشر مظلومیم. وقتی آخوند قرآن خان قبرستان که جدن در جدش سر و کارشون با اموات بوده از قبرستان به شورای شهر بیارن تا برای زنده ها تصمیم گیری کنن، باید عواقبش رو هم بپذیریم. آقای سواری پور، شما اگر توهین کنی با آقای سعادت نیا توهین به من هست. توهین بی ادب نباش. شیخ آخوند حسن اللهیاری در مورد پری خوشگله میگه و آنچه که روحانیت از سید علی خامنه ای میدونند و میگن. یکی از اموری که درباره آقای خامنه ای کمتر گفته شده بیان شده اینه که ایشان چون در نوجوانی هم یک مقدار خوشگل بوده و هم یک مقدار مثلا با این آدم های لات و سبیل کلفت و اینها رفت و آمد داشته و نشست و برخواست بیجا داشته. بله این سبیل کلفت هایی که با اون رفت و آمد داشته به این اسمشو پری گذاشته بود، لقب پری به او داده، یعنی به عنوان این که یک که خوشگل و مؤنث و مثلا مورد استفاده اونها هست به این میگفتن پری. این را این در بین روحانیون قدیمی معروف و مشهوره و اونها به من گفتن که این بله به این اندازه وضع این ملعون خراب بوده در اون زمان. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.